بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری. خدا رو شکر یه بار دیگر توفیق حاصل شد در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس نجف اشرف، از کنار جوار ملکوتی و نورانی حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی هستین از گزند حوادث و بلایا در امان باشین. در ایام پیشرو مناسبت های پیشروی ماست، شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، عموی عزیز پیامبر گرامی اسلام، و همچنین رحلت شهادت گونه جناب سید عبدالعظیم حسنی که میهمان مردم شریف ایران هستند و در شهر ری ایشان دفنن، مدفون شهر ری هستند. لذا به همین مناسبت امشب که ما در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنین فردا عزیزان و برادران گرامی ما حول محور شخص ما امشب در خدمت شما هستیم، حول محور شخصیت آقا سید عبدالعظیم حسنی نگاهی به زندگی و شخصیت این بزرگوار داریم و فردا شب هم عزیزان ما در رابطه با شخصیت و جایگاه حضرت حمزه سید الشهدا خدمت شما عزیزان هستند. همچنان که خدمت شما عرض کردم، برنامه امشب ما حول محور زندگی جناب حضرت سید عبدالعظیم حسنی هستند. در خدمت استاد گرامی هستیم، جناب آقای مطهری استاد فرزانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستان در کاران شبکه خوب هادی تیوی و همچنین تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام و همچنین رحلت شهادت گونه حضرت عبدالعظیم حسن علیه السلام را محضر آقای امام زمان علیه السلام و همه مؤمنین و بینندگان محترم. و از خداوند تبارک و تعالی می خواهم که خیر و برکت و لطف و عنایتش را شامل حال همه ما، همه مؤمنین و بینندگان محترم بنماید. انشاءالله در خدمت شما هستیم. دالاس استاد گرامی، ضمن اینکه منم به این مناسبت این ایام سوگواری و خدمت شما و عزیزان بیننده تسلیت عرض میکنم، میشه حول محور زندگی ایشان خلاصه ای از زندگی حضرت سید عبدالعظیم حسنی، نسب و جایگاهی بزرگوار برای ما بیان بفرمایید که ایشان چه شخصیتی داشتن و نسب ایشان به کدام امام میرسه و با چند واسطه به امام معصوم میرسه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. حضرت عبدالعظيم حسني رضوان الله تعالى عليه وعليه الصلاة والسلام یکی از مهمترین و بزرگترین شخصیت‌های علمی، معنوی و فرهنگی و انقلابی در جامعه تشیع و در تاریخ تشیع بوده و نام آن حضرت در ضمن خوبان تاریخ ثبت و ضبط گردیده است. حضرت عبدالعظیم حسنی با پنج در واقع
واسطه به حضرت امام مجتبی سلام الله علیه میرسه که می وقت حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری از دنیا رفت، مردم خواستن که شان غسلش بده. بعد در همین وقت که لباساش از بدنش میکرد، می یک کاغذ از جیبش پیدا کردن که اونجا نوشته بود من ابوالقاسم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن علی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، که البته بنا به قول معتبر و نقل تاریخ بود که دو تا قول، اینجا قول معتبرش اینه که بین زید و امام مجتبی سلام الله علیه دیگه فاصله وجود نداشته، کسی دیگری به نام علی اونجا نبوده. ولی خب در این برگه نوشته بوده که یک قولی که در این برگه همچین چیز نوشته بوده، یک قولی که نه، همون بین ایشان و حضرت امام مجتبی سلام الله علیه 4 نفر فاصله است. و اجداد بزرگوارشان هم از خوبان روزگار بوده که اولش خب پدر بزرگوارش عبدالله ابن علی بوده که پدر حضرت عبدالعظیم حسنی بوده و نام مادر حضرت فاطمه دختر عقبد ابن قیس ابن عبدالله بوده. بعد میگه در زمان حیات جدش حسین ابن علی متولد شد، پدر حضرت عبدالعظیم علیه السلام. میگه چون پدرش از دنیا رفته بود، کفالت پدرشان رو جدش به عهده گرفت. بعدم که جدش به نام چی بود؟ به نام علی. اجداد بزرگوارشان هم از بزرگان روزگار بوده، نام جد اولشان علی بوده و لقبش سدید، که میگه شان پسر عموی با همراه پسر عمویش عبدالله، عبداللهی محض، در زمان حکومت عباسیان در دوران خلافت منصور بر ضد عباسیان قیام میکنه و بعد زندانی میشه، در بغداد میاره و در زندان بغداد از دنیا میره. بعدم حسن ابن زید و زید که شان هم از اجدادشان بوده، زید هم از اجدادی آقا عبدالعظیم حسنی علیه السلام. اما آنچه که مهمه وقتی که به تاریخ اجداد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نگاه کنیم، یک سری ویژگی های بارز و تقریبا منحصر به فرد که در بین همین خاندان بوده، یعنی خاندان ائمه و اولاد طاهرینشان، در نسل و در واقع شجرنامه حضرت عبدالعظیم حسنی هم مشاهده میشه، که یکی از اون ویژگی ها و خصوصیات خاندان آن بزرگوار روحیه ظلم ستیزی و در واقع انقلابی بودنشان بوده و این خیلی مهمه. لذا ما در تاریخ داریم ائمه معصومین علیه السلام، هر کدامشون با توجه به شرایط زمان، با توجه به در واقع جو و فضایی که در جامعه های آن روز حاکم بوده، میبینیم که در مقابل ظلم و استبداد و بیعدالتی ها حالا حرکت هایی داشتن، قیام هایی داشتن. خب گاهی مثل سید الشهدا علیه السلام قیام به شمشیر بوده، گاهی مثل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خب اعتراض میکنه، خب حضرت به زندان میبرن، یا در مثل زمان حضرت امام رضا علیه السلام که حضرت رو احضار میکنه از مدینه در مشهد یا در مرو، یا مثل آقای امام هادی امام عسکری فرزندانشان هم میتونه، مثل زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام که قیام میکنه و زید شهید معروفه. میبینیم که همین خصوصیتی که در واقع خصوصیتی انقلابی، خصوصیت در واقع موضع‌گیری صریح و علنی در مقابل ظلم و استبداد در شجرنامه اینها و در اجداد طاهرینشان هم وجود داشته. در ویژگی دومیشان که وقت تاریخ اینها رو بخوانیم، به یک صفت مهمی و زیبایی که در زندگی هر انسان مؤمن و آزادی باید باشه انسان پی میبره و آن عزت نفس و طبع بلند و انسان های کریم و اهل کرامت وجود، همونطوری که در یکی از اوصاف خود از القاب خود حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام کریمه. ما میبینیم که طبع بلند و کرامت و جود و سخاوت و عزت نفس یکی از بارزترین صفات این خاندان بوده، که این برای هر انسان لازمه، هر انسان آزاده ای که بخواهد از خودش را در واقع از ذلت نفس، از ذلت، از خاری در مقابل در واقع مادیات و زیبایی های ظاهری دنیا خودش برهانه، باید دارای چنین عزت نفس باشه و همین عزت نفس با انسان رو
عزیز میکنه، بالا میبرد، در مقابلش روحیه در واقع ذلت پذیری و خاری میبینیم، انسان رو حقیر و ذلیل میکنه، مثل مثلا طمع در اموال دیگران. همیشه انسان در واقع آز و طمع و چشم داشت به اموال دیگران. ما روایت داریم که طمع خودش فقر حاضره، به این طرف هنوز فقیر نیست. میگه همین که انسان این قد خودش رو ذلیل کنه، خار کنه، دنبال مادیات دست به هر چیزی بزنه، یعنی این فقر حاضره. علاوه هم از نظر ظاهر چیزی داشته باشه، ولی وقتی طرف این روحیه رو داره یعنی فقیره، این درمانده. چون غنی بودن تنها به پول نیست، چه واسه انسان های هستن که از نظر مادی دستشان خالیه، ولی طبع بلند، روحیه عالی، روحیه جوانمردی و کرم در وجودشان موج میزنه. در مقابل هیچ چیز هم سر خم نمی کنه، در مقابل مادیات و به خاطر مادیات و امثال اینها. ولی اگه ده نه دستشون هم پوره، ولی میبینیم که نه، از عزت نفس در وجودشون خبری نیست. میبینیم که در اوج ذلت و خار زندگی میکنه. لذا میبینیم که در زندگی اجداد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام این دو تا ویژگی، یک روحیه انقلابی که در مقابل ظلم و استبداد در واقع بدون موضع‌گیری نباشه، بی حرکت و بی خاصیت نباشه، و دوم عزت نفس، طبع بلند، کرامت نفسانی و انسانی در وجود اینها موج میزنه، که در واقع هدف از بیان زندگی معصومین علیه السلام و خوبان و صالحین و بندگان خوب خدا هم همینه. هدف از احیای در واقع شعائر اهل بیت و دین و مذهب هم همینه که ما از بزرگان و از سبک زندگیشون، از اخلاقیاتشون چی درس بگیریم. حالا ما ببینیم ان شاء الله در ادامه برنامه در خدمت دوستان هستیم در رابطه با شخصیت آن حضرت. خب چی کار کردن که به این عزت و به این در واقع جایگاه معنوی نزد پروردگار عالم و ائمه معصومین که اولیای خدای دست پیدا کردن، خب ما باید الگوگیری کنیم، به تعبیر دیگر روی نفسمون کار کنیم، همون طوری که انسان از نظر ظاهر بدون سعی و تلاش به جایی، به یک فنی، به یک رشته دست پیدا نمیکنه، متخصص فن و رشته نمیشه، امور معنوی همینطوریه، بدون زحمت و بدون ممارست، بدون در واقع تحمل مشقت ها نمیتونه انسان راه به جایی ببرد. در خدمت شما هستم ان شاء الله. اشاره کردیم به جایگاه معنوی اجداد آقا شاه سید عبدالعظیم حسنی، معروف انشان به شاه سید عبدالعظیم حسنی. خود این بزرگوار از نظر مقام معنوی، از نظر جایگاه در چه مقام منزلتی بودند، از شخصیت ایشان چه شخصیتی داشتند، فضایل اخلاقی این حضرت رو میشه برای ما توضیح بدین که چه چیزهایی در اخلاقیات ایشان برجسته بوده؟ ببینید قطعا آنچه که انسان را عزیز میکند، آنچه که انسان را در واقع بالا میبره و آنچه که انسان را در واقع از مزایای معنوی و ارزش‌های معنوی برخوردار می‌کنم، همون داشتن صفات خوب و داشتن ارزش‌های بالای. ما در رابطه با حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام داریم، وقتی آمد محضر آقا امام هادی علیه السلام، دینش رو عرضه کرد، اعتقاداتش رو عرضه کرد، آقا جان من باورم اینه، دینم اینه. این تعبیر امام هادی علیه السلام خیلی تعبیر عجیبیه در رابطه با ایشون. حضرت فرمود شما از شیعیان حقیقی ما هستی. وقتی یک امام معصوم علیه السلام در رابطه با کسی بگوید شما از شیعیان حقیقی و واقعی ما هستید، یعنی این بس مدال افتخار بسیار بالا و عظیم و بزرگیه که خب چرا عبدالعظیم حسنی به چنین جایگاهی دست پیدا میکنه. ما ببینیم رسیدنی به در واقع ایمان کامل و اعتقاد قوی و ایمان حقیقی قطعا نیاز به یک سری مقدماتی داره، نیاز به یک سری ویژگی هایی داره که بزرگان از ایشان در باره شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی میفرمایند که ایشان عالم، محدث و اهل زهد و تقوا، دینشناس و اهل و خداشناس و عدل شناس. این تعبیری بزرگانی از علمایی که در عصر ائمه معصومین علیهم السلام زندگی میکرد تقریبا، اینها بیان میکنه که عبدالعظیم حسنی چنین شخصی بوده، هم عالم بوده،
آریم خیلی قوی که انشاءالله باز بیان میکنیم جایگاه علمی اش را. و همین که زاهد یعنی بی رغبتی به دنیا، متقی اهل ورع و خداشناس و عادل شناس. و این صفات شما نگاه کنید هر کدام اینها هم اون علمیت واقعی دانشمند خیلی بزرگی بوده و هم تقوای الهی، زهد و بیرغبتی به دنیا، خداشناس واقعی و عدلشناس واقعی. اینها صفات بسیار بالاییه که یا به تعبیر دیگر کلمات بلندیه که در باره شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از زبان بزرگان از علما بیان شده، که حالا با توجه به اون عبارت از آقای امام هادی سلام الله علیه که نقل کردم، خب اینم قطعا خیلی واضح میشه دیگه. وقتی حضرت میفرماید شما از شیعه حقیقی ما هستین، شیعه حقیقی قطعا باید ایمانی به خدا داشته باشه، قطعا باید تقوا داشته باشه، قطعا باید آدم زاهد باشه که دنبال تجملات و حب دنیا و در واقع عیاشی دنیا نباشه، حقیقت تشیع برش مشخص، حقیقت تشیع مشخص باشه و همچنین خداشناس و عدل شناس باشه. اینا در ضمن کلام امام هادی سلام الله علیه هم هست دیگه، چه بسا در زمان آقای امام جواد علیه السلام کسی اومد دید خوشحال بود، حضرت فرمود تو رو خوشحال میبینم. شان عرض کرد که چرا خوشحال نباشم در حالی که من فلان کار کردم؟ حضرت فرمود کار خوبیه به شرطی که باطل نکنه. حالا مضمون کلام این قصه اینه، محتواش اینه. شان عرض کرد که آجان چطور من اعمالم باطل میکنم در حالی که من از شیعیان خالص شما هستم؟ آقای امام جواد فرمود که اعمالت باطل شد. یا ابن رسول الله یعنی چی؟ حضرت فرمود که شما مقام بلند رو ادعا کردید. مضمون کلام حضرت اینه، شیعیان خالص ما مقداده، ابوذر، سلمانه. شما ببینید دقت کنید در این کلام، کانه حضرت اینه میخواد بفرمایید که شما مقام اینها رو ادعا میکنی اعمالت باطل شد، چون تو این مقام رو نداری، در این جایگاه واقعا نیستی، شیعیان حقیقی ما آنهاست، شما همین که این مقام رو ادعا کردی اعمالت باطل شد. بعدشون یا ابن رسول الله چی بگم؟ حضرت فرمود بگو من از محبین شما هستم. بعد وقتی گفت حضرت میفرماید که اعمالت برگشت. ببینید خب این جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از تعبیرات بلند امام هادی علیه السلام که در رابطه با ایشان بیان میکنه که شما از شیعیان حقیقی ما هستید، همچنین بزرگان از علما که میگن ایشان از علمایی که میگن علمایی که در عصر ائمه معصومین یا از در عصر اصحاب ائمه معصومین علیه السلام بودن، صالح عباد و مثلا اینا که میفرمایند ایشان عالمن، ایشان متقین، ایشان زاهدن، ایشان خداشناس واقعیه، ایشان عدلشناس واقعیه که هیچ وقت در واقع دنبال ظلم اینها چی نمیرن. خب این نشان میده که جایگاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام جایگاه بلندیه که ایشان رو به این جایگاه رسانده، این ویژگی ها و خصوصیاتی که در وجودش بوده، که هر انسانی در واقع از با همین ویژگی ها و خصوصیات میتونه خودشان رو به جایگاهی یا به تعبیر دیگر به نان و نوای معنوی و ارزش های معنوی برسانه. اشاره کردین که ایشان در زمان حیات امام هادی علیه السلام حضور داشتن، تقریبا میشه گفت که چند تا امام ایشان تونستن در مدت حیات مبارکشان درک کنن؟ معروف اینه که در رابطه با تاریخ تولدشان با اینکه اختلاف هست که حالا بعضی هم خب 173 متولد شده، خب حسب قول، ولی خب این قطعی 100% نیست، اختلافاتی وجود داره. ایشان در زمان یا اواخر حیات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه متولد شده که حضرت موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام درک کرده. ولی خب این به این معنا نیست که ایشان مثلا فرض کن آقا موسی بن جعفر رو دیده یا فرض کن از حضرت نقل کرده، نه، فرض آقا امام موسی بن جعفر هم حیات داشته، ایشان متولد شده بوده، ولی حضرت اون زمان در بغداد زندانی بوده مثلا. بله، و این درک به معنی این نیست که فرض کن رفته امام رو دیده از امام حدیث نقل کرده. ولی آنچه که معروف و مشهوره اینه که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از امام هادی و از امام جواد و امام هادی علیه السلام بیش از دیگران استفاده کرده و روایات زیادی را از این دو تا بزرگوار نقل کرده و بهره های زیادی را از امام جواد و امام هادی برده. با اینکه خب ما روایت از آقای امام رضا در رابطه با ایشان داریم، روایت از امام عسکری علیه السلام هم هست، ولی آنچه که متیقن بهره مندی ایشان بیشتر از وجود مقدس
امام جواد و امام هادی علیه السلام بوده. خیلی ممنون استاد گرامی. عزیزان بیننده، بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت استاد گرامی هستیم. نام گرامیش اگر عبدالعظیم بود، عبد خدای بود و مقامش عظیم بود. گر از کرامتش همه کس فیض می برد، از نسل خاندان امامی کریم بود. عطر حدیث آل رسول از لبش چکید، در مکتب فضیلت و تقوا فهیم بود. تنها نبود پیک خوشالحان باغ عشق، پرهیزگار و عابد و زاهد حکیم بود. آموخت درس بندگی از اهل بیت نور، محبوب پیشگاه خدای علیم بود. غیر از خدا نداشت نیازی به هیچ کس، در عمر خیش صاحب طبعی سلیم بود. لبخند مهربانی و گرمش چو آفتاب، دست نوازشی به سر هر یتیم بود. گل سیرتان عشق به مدحش سرودند، اخلاق او لطیفتر از هر نسیم بود. پیوسته او به منزل مقصود می رسید، زیرا صراط زندگیش مستقیم بود. 79 بهار ز عمرش گذشت و باز در سایه امید و ولایت مقیم بود. در گلشن همیشه بهار حریم او، هر گل که دیده ایم به ناز و نعیم بود. هر کس که رو نمود بر این آستانه گفت، این بوستان عشق بهشتی شمیم بود. پروانه بهشت به دستش دهد خدا، هر کس که زائر حرم این کریم بود. عبد حقیر اوست وفایی اگرچه باز، دل در جوار حضرت عبدالعظیم بود. دل در جوار حضرت عبدالعظیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. انشالله که تا اینجای برنامه از برنامه راضی بوده باشین. استاد گرامی، در رابطه با فضایل آن حضرت، اینکه نسبشون به کدوم امام میرسه، اینا به مسائل دیگه بحث شد. الان از این که شما گفتین ایشان تعدادی از ائمه معصومین درک کردن، مخصوصا حضرت امام جواد و حضرت امام هادی علیه السلام، از او بعد شخصیت ایشان طوریه که بزرگان همیشه مردم توصیه به علم آموزی میکنن، پس حتما خودشان دستاوردهای علمی داشتن و عالم بودن، کما که اشاره هم کردین به این مطلب. جایگاه علمی حضرت سید عبدالعظیم حسنی و تألیفات ایشان، که آیا تألیفاتی هم داشتن، کتابی از اینا به یادگار مانده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب قطعا از اونجایی که ائمه معصومه علیهم السلام مخزنی یا خزانه داران علم خداست، همونطور که در جلالت جامعه کبیره در خطبه های حضرت امیر سلام الله علیه داریم، یا همونطور که از نبی مکرم اسلام انا مدینه العلم و علی بابها، به تعبیر دیگر رحمت های چه مصادیق رحمت پروردگار عالم، نعمت های پروردگار عالم از مجرای وجود ائمه معصومین به ما میرسه. و کسانی که قطعا ملازم ائمه بودن، اینا بهرهای بیشتری بردن. لذا در رابطه با اصحاب ائمه داریم، مثل در رابطه با میثم داریم که میثم علم بلایا و منایا و اون چه علمی بوده خدا میدونه. یا راجع به سلمان داره که سلمان علم اولین و آخرین را داشت. قطعا اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام علمش با دیگران متفاوت بوده، چون اینا از منبع اولی که در واقع خداوند بنی از سرچشمه حقیقی و واقع، اینا مستقیم و مباشر معارف دین رو میگرفتن. و عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم مثل سایر اصحاب ائمه علیهم السلام
از چنین نعمتی برخوردار بوده و جایگاه علمیشان مورد تایید آقای امام هادی علیه السلام بوده، که کسی به نام صاحب ابن عباد در رساله که در شرح حال حضرت عبدالعظیم نوشته، ایشان میفرماید که ابو تراب رویانی روایت کرده که شنیدم ابو حماد رازی میگفت خدمت امام هادی رسیدم در سامرا، سوالاتی کردم از حضرت راجع به حالا اعتقادی و دینی و احکام اینا، حضرت جواب داد. وقت خداحافظی کردم در هنگام خداحافظی حضرت فرمود یا ابا حماد اذا اشکل علیک شیء من امر دینک بناحیتک فاسأل عنه عبدالعظیم عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی وقرأه منی السلام. حضرت فرمود که اگر در منطقه شما با کدام مشکلی برخوردی، چیز از امر دینت برای تو سخت شد، برو از عبدالعظیم حسنی سوال کن و سلام ما را به او برسون. شما ببینید وقتی امام هادی علیه السلام به طور مطلق میگه اگر در امر دینت به جای گیر کردی، برو از عبدالعظیم حسنی بپرس. خب این خب قول معصومه. شما ببینید الان یک مرجع تقلید اگر کس را بگه هرچی من ایشان بگم من میگم، یعنی فلانی را خیلی عالم میدانه. حالا شما دقت کنید یک امام معصوم وقتی کسی را بگه که هر چیزی در امر دینت برایت مبهم و مشکل بود، برو از فلانی بپرس. یعنی این که ایشان دانشمند متبحر در عصر امام بوده، چون از محضر امام استفاده کرده، از محضر امام معصومین استفاده کرده، ایشان آگاهی به قواعد فقهی، روایی، آیات قرآن، تفسیر و غیره داشته. به تعبیر دیگر تنها یک محدث و راوی نبوده که از امام کلام نقل کنه. توجه داره که کلام امام رو مثلا بگه امام فلان چه، راوی هر کس میتونه باشه، بلی در حالی که ایشان بالاتر از اینه، یک دانشمند، یک دانشمند قوی و جامع. بنابرای تعبیر امام هادی وقتی حضرت میفرماید در امر دینت اگر مشکلی گیر کردی برو سراغ عبدالعظیم حسنی، یعنی این که ایشان شما را کافیه در هر بعد از ابعاد دینیت مشکل گیر میکنی به ایشان مراجعه کن، ایشان بلده. پس این نشان دهنده اینه که ایشان بر معارف دین مسلطه، بر احکام دین مسلطه، و کسی اگر در خدمت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام باشه، ایشان میتواند که او را به تعبیر دیگر در ناحیه دین و در امر دینش دستگیری کنه و از مشکلات نجات بده. بعد همونطوری که سیره بزرگان و قدما و علما دائما بر همین بوده که کتاب‌هایی داشتند، یعنی علومشان خصوصا اصحاب ائمه مکتوب میکردن، اینها راجع به عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم داریم که ایشان مؤلفاتی داشته، از جمله کتابی که مرحوم نجاشی در رابطه با ایشان نوشته کرده که در کتاب رجالش میگه ایشان کتابی به نام خطب امیرالمؤمنین رو ایشان نوشته، خطبه های حضرت امیر را. بعد میگه که بعید نیست که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه از ایشان از کتابی ایشان استفاده های زیادی کرده باشه. به تعبیر دیگر یکی از منابعی که مرحوم سید رضی برای استفاده کردن برای نوشتن نهج البلاغه از او استفاده کرده، کتابی که حضرت عبدالعظیم حسنی نوشته بوده و نام خطبه های گرانسنگ حضرت امیر سلام الله علیه جمع آوری کرده بوده، و همچنین کتاب های دیگر هم شیخ توسیم ایشان جز مؤلفان در تاریخ شیعه نوشته کرده، همچنین صاحب ابن عباد نیز در احوالات ایشان نوشته که ایشان کتابی داشته به نام کتاب یوم و لیلتین. مراد اینه که ایشان قطعا اون کسانی که امثال عبدالعظیم حسنی علیه السلام از محضر ائمه معصومین مباشرتا مستقیما بدون واسطه استفاده میکنه، و آنم مورد تایید امام صراحتا که هر چی در امر دینتون مشکل داشتین به ایشان مراجعه کنید. قطعا کتاب هایشان کتاب های گرانسنگ، کتاب های مهم و از منابع دست اولی شیعه خواهد بود، همونطوری که اینجا بعضی از بزرگان مثل نجاشی در کتاب رجالش راجع به شخصیتشان میگه که خب این الان وقتی مراجعه کنیم به کتاب نهج البلاغه حضرت امیر که متاسفانه اونطوری که حقشه نه در بین علما و طلاب حوزه و نه در بین جامعه پیاده نشده، استفاده نشده، به تعبیری دیگر این کتاب بکر و دست نخورده مانده، نه کسی با خطبه های حضرت اونطور کار کرده، بلی عده زیاد از علما کار کردن، فقط در همون حد بین کتاب ها مانده، شرح و شروح نوشتن بین کتاب ها مانده، نه مبلغان و علما از این استفاده میکنه متاسفانه، سر و کار داره که این یک درده که انشالله از خدا بخواهیم توفیق بدن به همه مبلغین، خطبا، مؤمنین، هر کسی که در مسیر علم و در مسیر تحصیل معارف اهل بیت و بیان آن هست از این کتاب ارزشمند استفاده کنن، که حقیقتا وقتی کلام حضرت امیر رو باز کنیم در ابعاد مختلف امیرالمؤمنین سلام الله علیه بحث داره، حرف داره،
گفته های نابی داره که کلام آن حضرت با کلام دیگران قابل مقایسه نیست، که این حرف حرف بزرگانه. لذا حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام یکی از زحمت هایی کشیده و یکی از شاهکار هایی کرده همینه که مطابق قول مرحوم نجاشی که خطبه های گران سنگ حضرت امیر را جمع آوری کرده بوده، اونم خب در زمان حیات امام هادی، در زمان حیات امام جواد و مثلا امام عسکری علیه السلام. خیلی ممنون. چطور شد حضرت خب وقتی که ایشان ساکن در مدینه منوره بودن، چطور یک دفعه آقا سید عبدالعظیم حسنی از شهر ری سر در میارن و ساکن ری میشن در اونجا، حالا از دنیا میرن یا به نحوی به شهادت میرسن، داستان مهاجرت ایشان چطوره؟ و در زیارتنامه ایشان تعبیری به کار برده که ای کسی که زیارت تو برابر است با زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین سید الشهدا، چطور میشه زیارت سید عبدالعظیم حسن برابر شده با زیارت آقا ابوعبدالله الحسین؟ و همچنین آیا کسی که مثلا بره زیارت آقا سید عبدالعظیم حسنی در شهر ری، این کفایت میکنه که از دیگه کربلا نیاد، بهش مثلا کربلایی میگن؟ چطور این داستان؟ ببین چند تا سوال اینا که هر کدوم جواب خاص خودشو داره، اما خیلی گذرا عرض کنم ظاهرا وقت باقی نمانده. در رابطه با مهاجرت حضرت که چطور ایشان از مدینه خب عظیم شهر ری میشه، در شهر ری ساکن میشه، سابقه انقلابی اجداد بزرگوار و خاندان آن حضرت و همچنین جایگاه علمی معنوی و اجتماعی خود آن حضرت و ارتباط آن حضرت با ائمه معصومین، با آقا موسی بن جعفر به تعبیر دیگه که آخرش حضرت خب یعنی مراد اعتقاد آن حضرت امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری که نزدیک و مورد تایید آنها بوده، خب اینها همه در واقع باعث میشه که ایشان حسب نقل تاریخ تحت تعقیب و پیگرد حکومت وقت باشه. در واقع کأنه شبیه این بگیم کأنه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام یکی از سفرای ائمه زمانشان بوده، متدین، عالم، قوی، هر جایی میرفته معارف دین رو بیان میکرده، همونطوری که حضرت امام هادی تصریح میکنه، و قطعا بیان معارف دین خب بدون چی جایگاه امامت و مقام امامت و در واقع منصب امامت نمیشه، و وقتی مردم نسبت به معارف دین و نسبت به مسئله امامت آگاهی پیدا میکردن و قطعا از حکومت جوروچی فاصله میگرفتن، به یک نحوه شاید هم در بعضی‌ها باعث انقلاب و سر و صدا و به تعبیر دیگر نزاع و یا خیزش مردم علیه حکومت شده، لذا تحت پیگرد قرار میگیره و ایشان مخفیانه از این شهر به آن شهر، از اون شهر به آن شهر، تا اینکه خودش رو میرسونه به شهر ری و نوشتن که آنجا میشان در خانه یک از شیعیان در سرداب خانش، در زیرزمینی خانش زندگی میکرده که گاه مخفیانه بیرون میامده که اونجا همونطور که فعلا قبر حضرت قبر مقابلش بوده، شبها میامده و قبر زیارت میکرده که این قبر حضرت، این قبر یکی از فرزندان موسی بن جعفره که ظاهرا اسمش حمزه فکر کنم، چون سه تا قبر در حرم حضرت عبدالعظیم هست، اونجا یکی طاهر، این موسی طاهر ظاهره، یکی موسی حمزه، یکی حضرت عبدالعظیم حسنی، فقط می آمده اونجا زیارت میکرده و پس برمیگشته در همون زیرزمینی خانه زندگی میکرده و عده کثیر شیعیان هم با ایشان از همین طریق ارتباط داشته. و خب فضل ایشان و عظمت ایشان ما میبینیم که آشکار میشه همین که در زیارتنامه آن حضرت میخوانیم که سلام بر تو ای کسی که ثواب زیارت سید شهدا در زیارت تو میره. این کسی آمد محضر حضرت امام هادی سلام الله علیه، حضرت سوال کرد که شما کجا بودی؟ ایشان میگه که من از زیارت حسین ابن علی برمیگردم. آره نشه، من از یک کسی بودم به نام یحیای عطار، یک از اهالی ری. ایشون وقتی محضر آقای امام هادی رسید، حضرت فرمود کجا بودی؟ گفت من از زیارت حسین ابن علی برمیگردم. حضرت فرمود که امام هادی بهشون فرمود که اگر اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندكم كنت كمن زار الحسين ابن علی علیه السلام. آگاه باش اگر عبدالعظیم حسنی رو که در کنار شما زیارت میکردین، شما مثل کسی بوده که امام حسین زیارت کردین. خب نفس همین تعبیر ببینید شما، خب نشان دهنده جایگاه معنوی بس بالا و عظیم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. حالا سوال اینه که آیا
این مطلقا اینطوره. امروز هم هر کس بره در زیارت امام معصوم، زیارت حضرت عبدالعظیم حسن، ثواب زیارت امام حسین داره یا نه؟ خب آیا به تعبیر دیگر این فضیلت زیارت ایشان مقیده یا مطلقه؟ بزرگان طوری نوشتن بیان کردن که با توجه به شرایط اون زمان که امثال متوکل عباسی، معتز و مهتدی، اینها دشمن اهل بیت و دشمن شیعیان آن حضرت بوده، خصوصا در زمان متوکل که چند بار قبر امام حسین خراب کرد و شیعیان را دستشو میبرد، زبانشو میبرد، اذیت میکرد، اینا حضرت برای که شیعیانش در امان باشه با در اون جو و در اون فضای اختناق و فشار، حضرت برای حفظ جان شیعیانشون اونها رو ارجاع میداد به زیارت یکی از شیعیان خالصش که حضرت عبدالعظیم حسنی باشد، چون به خاطر اینکه خوینا قصد زیارت امام حسین داره ولی حالا نمیتونه بره زیارت کنه، بره اون عبدالعظیم حسنی علیه السلام زیارت کنه، خدا ثواب زیارت امام حسین به اون میده. همونطوری که ما یک روایت از آقای امام رضا داریم، حضرت میفرماید هر کس بخواهد ما را زیارت کنه نمیتواند، یا به ما هدیه بده نمیتواند، برود شیعیان صالح ما را زیارت کنه و با آنها هدیه بده که خداوند ثواب زیارت ما را و ثواب هدیه به ما را به اون میده. پس به تعبیر دیگر زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که ثواب زیارت امام حسین داره این مطلق نبوده، به تعبیر چون در ثواب زیارت امام حسین داریم مثل کسی که خدا را در عرش زیارت کنه، باعث وفور در رزق و روزی، باعث طولانی شدن عمر، باعث غفران گناهان، باعث استغفار ملائکه الی آخر، اونطوری که ما در زیارت سری شهدا صدها روایت یا هزاران تا روایت داریم. حالا دعا زیر قبه مبارکشان، دعا زیر قبه مستجاب، ولی ویژگی هایی که برای زیارت امام حسین سلام الله علیه هست، خب این دقت کنیم که آقا امام هادی سلام الله علیه این کار نمیکنه که بگه مقام امام حسین پایین بیاره یا در رابطه با حضرت عبدالعظیم حسنی غلو بکنه، خب از امام سلام الله علیه بعیده، قطعا مقام معصوم با غیر معصوم متفاوته، معصوم مثل سید الشهدا صلوات الله علیه، اما این که امام بیان میکنه با توجه به اون شرایطی که و جو و خفقان و مشکلاتی که حاکم بوده حضرت این کارو میکرده. بعد در رابطه با زیارت آن حضرت که ثواب زیارت سید الشهدا داره، خب در عین حال عالی که چی بوده، به تعبیر دیگر بگیم در شرایط خاصی چنین حالتی داشته، ولی خب در عین حال نشان دهنده جایگاه بسیار عظیم و بالا و بزرگ حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که وقت سید و وقت حضرت امام هادی علیه السلام ایشان رو به عنوان زیارتش رو عدل زیارت امام حسین معرفی میکنه، یا شبیه زیارت امام حسین معرفی میکنه، خب این نشان میده که حضرت عبدالعظیم حسنی از جایگاه بسیار بالا و بالای برخورداره، که بزرگان تعبیری داره که سید سادت الاجلا یا اجلا الساده، هر دو تعبیر در رابطه با ایشان بعضی بزرگان آوردن که از به تعبیری دیگر از نوادر روزگار بوده. یا به عبارت دیگر بیان کنیم، بعد از ائمه معصومین علیهم السلام چند نفر بیشتر مثل حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر، حضرت زینب کبری، فاطمه معصومه، من از ایشان بالاتر نبوده کسی. ما در رابطه با فرزندان ائمه چند تا را اینطوری داریم که جایگاه خاصی داره و روایاتی در رابطه با زیارتشان داریم و کلامی از ائمه معصومین در شأن آنها داریم، مثل حضرت زینب، مثل حضرت فاطمه معصومه، مثل حضرت عباس صلوات الله علیه اجمعین. ولی خب بعد از اینها جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی جایگاه بس بلند بالا و با عظمته که کلام امام هادی که میفرماید در امر دینت به ایشان مراجعه کنید، یا وقتی ایمانش عرض میکنه شما از شیعیان حقیقی ما هستید، یا اینکه زیارت ایشان را معادل زیارت امام حسین از نظر ثواب قرار میده، خب این نشان دهنده عظمت و جایگاه معنوی آن بزرگوار در بین جامعه است. بعدم آن حضرت ظرف نیم دقیقه کمتر عرض کنم که ایشان در رابطه با مرگ ایشان هم اقوال وجود داره، چهار تا قول، یکی میگه که بعضی نقل کردن که ایشان به مرگ طبیعی از دنیا رفتن که اینا همون مدارک شما وجوده، بعضی هم نقل میکنن که از جمله کسانی که زنده به گور شد عبدالعظیم حسنیه، یکی ادم گفتن ایشان با زهر شهید کردن، بالاخره اقوال در رابطه با مرگ ایشان و شهادت ایشان وجود داره. به هر حال مزار ایشان الان مطاف بسیاری از مؤمنین و متدینینه و ایشان مایه خیر و برکت در سرزمین را، و انشاءالله خدا نصیب همه شیعیان بکنه زیارت آن حضرت را و همچنین اولیا و انبیای الهی را، و ما را هم
و همه مؤمنین و بینندگان محترم را توفیق بده که بتوانیم مثل حضرت عبدالعظیم حسنی و مثل شیعیان حقیقی آن حضرت امام هادی و ائمه معصومین علیه السلام زندگی کنیم و بندگی کنیم تا در آخرت انشاءالله به شفاعت آنها برسیم و همچنین روح آنها از همه ما راضی باشه و همچنین پروردگار عالم از همه ما راضی باشه. خیلی ممنون استاد گرامی از اینکه وقت شریفتون رو به ما دادین. خیلی تشکر میکنم از شما. بله بینندگان عزیز، همچنان که گفتم نزدیکیم به این ایام سوگواری. انشاءالله که عزیزانی که بیننده ما هستن و توفیق زیارت حضرت سید عبدالعظیم حسنی رو دارن، انشاءالله ما را هم از زیارتشون مستفیض بفرمانن، برای ما هم دعا کنن. ما هم در جوار ملکوتی آقا امیرالمومنین دعاگو و نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم. انشاءالله که در هر گوشه عالم هستی که هستین تنتون سالم و دل بی غمی داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.